آدم راستشو بگو. بله. نداره که تون لطفه. میسنم چی میخوای؟ به تو مربوط. سن یه جنس دستتو بگیر. خجالت بکشون مردم. مردم کجا تو این برهوت حالم داره به هم میخوره. نکن. منو میزنی؟ نموسن. بله. از کجا میای شما؟ از قبرستون آقا جون، از قبرستون داری من میرم قبرستون. یه داره سوال میکنه. دهن منو صاف کرد. تو زندگی من. آروم صحبت کن. من دارم با ایشون صحبت میکنم. دیوونه است آقا ولش کن. از کجا تشریف میارین؟ از تهران. زر میزنه سرکار داره دروغ میگه. گفتم بهت خفه خون بگی فارسی گفتم. یک کلمه راست از این نمیشنوی. اگه بگه صحبت الان مطمئن باش بعد از ظهر. چون جواب سوال منو بده. نمیزنه که مگه نمیبینی. جواب سوال منو بده. ایشون دارم میگم دروغ میگه. میخوای دروغ بشنوی؟ آروم صحبت کن. دارم آروم صحبت میکنم. یعنی چی؟ پچ پچ کنم. سرکار ولش کن. همینجوریه. همینجوری کردی. هفت جاش دسته، هفت جاش از صدقه زمین خانم. یه لیوان آب خنک بخور، چهار تا صلوات بفرست درست. آب یعنی چی؟ از 500 کیلومتر رو مخ من اینه میگه این واسه من اون کارو کرده، اون این کارو کرده، این اون کرده که کرده. واسه من که نکرده. یکی به بابات بره کار بوده، یکی به ننت بره کار بوده. خودت حسابش بکن که سر کار 500 کیلومتر راهه. تلفنه. هر خری که هست. اگه چیز باشه چی؟ اگه چیز باشه زرش. ابا چرا اینجوری میکنی؟ روانی. تو روانیم. بگی ببینم کجا انداختی اینو. که دوباره زنگ بزن اون زنی که برای رو مخم. سرکار این موبایل من رو بگیر رقه 0912. شما اول گواهینامه‌تون رو بدی من ببینم. گواهینامه نداره که، چی دارم بهت میگم؟ این گواهینامه‌اش کجا بود؟ تمام نیست، نمیدونم گرفته کدوم قبرستونی گمگورش کرده پس نمیده. شما چی رو پس نمیده؟ چی رو پس بدم؟ تو اصلا که گواهینامه داشتی؟ نداشتم. نه که نداشتی. نداشتم چجوری دارم رانندگی میکنم 500 کیلومتر راهو. من همینا میگم دیگه. گواهینامه‌تون دست این آقاست؟ بله. دست منه. دست منه. بیا بگرد. بیا بگرد. اگر تو ماشین. مگه نمیگی دست منه؟ مگه نمیگی دست منه؟ وایسا سر جا. خب بیا بگرد دیگه. وایسا. بیا بگرد. تکون نخور. بگرد دیگم. اینا هاش، اینا هاش. دور سوار شو، دلغک. سهیلا جون. بله. بیخی از سر. تو کار سمان چه سر؟ داش بوله بزن توی مخ من از شر این زنه که راحت کن دیوونم کرده. زنگ میزنم بهتون. آتیش داری؟ چی؟ کبریت فان بک. برو تو ماشین. برو سوار شو. من دیگه حسن ندارم لیلا. نه حسن تو رو دارم، نه این زندگی رو، نه چیزی. من همینجا میمونم. مشکل چیه برادر من؟ مشکلش پول سرکار. پول؟ پول که بابا هممون گداییم. بلند شو، بلند شو، مسخره بازی در نمیاد. سرکار این زمین خداست، منم بنده خودم. حالا کی چیکار است که بفلان؟ اینجا حوزه استفاضی مرد حسابی. بلند شو بهت میگم. صبر کن آقا. صبر کن، الان اینو درستش میکنم. الان درستش میکنم. بیا بفرما. آقا اینو تقسیم کنی بین خودتون. اینا چیه خانم؟ فکر کنی این خیالمه. خودم میندازم. این پولا چیه؟ مشکلت همین بود؟ مشکلت همین بود؟ بفرما. تموم شد. بشین تو ماشین. داداش بردارو بر حال کن. حلاله. بایستا.
میاد؟ نه بابا تو شب فقط باید اسکناس بشمونم بدبختا ببین گرفته چیزی؟ باید گرفته باشه دیگه این فیلم ها رو کجا سیف میکنه؟ تونیه که عکس گل آفتاب گردون داره راش آره عالی بودی اینجا عالی بودی موبایل رو انداخته قشنگ موندم گفتم یا خدا این باز زده کانالدو اومد دستم به نظامش انداختمش دیگه یارو داش راستکی میزده بابا غلط میکرد من ترسیدم گفتم الان میزنه اول باید اختار بده کسی بگه چون هم ایست فلان همینجوری نیست که صد تا مرحله داره فیلمش خیلی خوب نیفتاده اینکه خوبه خوبه که بعد معلوم بشه ما توشیم میگی موبایل هم 12 مگاپیکسل فلانه اینه ما توش نیستیم ربطی به پیکسل دوربین نداره الان مشکلش اینه که واضح نیست یا ما توش نیستیم والا مشکلش اینه که هم واضح نیست و هم معلوم نیست که توش ماییم یعنی پشم بابا صدامون هست معلومه ماییم کیسه هم هست حل دیگه این کیسه که مدید برداشتم معلومه اینه هاش من هم از همون برداشتم نه تو از اون رو برداشت من هم از مگه تو دوتا نریختی؟ یکی ریختم تو دوتا ریختم حواسم بود 4 تا بشه 23 و 24 رو یادم من انداختم نه دیگه 23 دیشب دادیم به اون پسر که خروس میفروخت پس یعنی من 24 و 25 رو انداختم یعنی تو باید 26 و 27 رو انداخته باشی که 27 الان اینجاست چه وضعیتی این پشت خب شاید فقط 3 تا انداختیم 3 تا بودن دیگه دو تا سربازی راننده شاگرد راننده هم بود من حواسم بود 4 تا بشه نه بیا ناکن اینا هاش ناکن ماشین که رام میفته قشنگ معلومه 4 تا انداخته ناکن حله بده مقاله بیان دنبال ما اول دارم پولا رو گزارش کنم دوباره دیدیمشون چی؟ پول خیرات دیگه چیه؟ کمک مستضعفینه آره فقط میگن چرا اینجوری خربازی در آوردین خواستین کمک کنین مثل آدم میرفتین کمک میکردین اون هرکی ناراحته بره شکایت کنه بگه به زور ما پول دارن اینا فرق نشد دوباره بینشون رو عمرن برو خودشون بیارن فقط سعی کن بریم محلی ها تابلو نشیم شب یا میریم مثل جن میان بالا سرت با کلاش جن کلاشش کجا بود؟ لیلا ها این رو عکس گرفتنه اون پایین سمت راست یه دکمه داره میره رو فیلم برداری شد؟ آره درست سلام آجاقا سلام علیکم خوش آمدی عرض کنم که ها آره
اینا چی؟ داری میگیری؟ حاجی بشین اینجا. بشین. برای دوربین دست کن بده. خوبه؟ حاجی از خانم تشکر کن. بگو ممنون، انشالله زود خوب بشه. خدا همه مریضا رو شفا بده. ممنون آجا. لطف کردی. خانم اینا چیه؟ چی چیه؟ اینا نظره دیگه. نظر که این پوله؟ بله پوله، پول نظره. شما از کمیته امداد هستین؟ نه ما از کجاییم؟ از کمیته امدادیم؟ نه ما واسه خودمون کار میکنیم آج آقا. ما واسه خودمون کار میکنیم. من احتیاج ندارم. احتیاج نداریم؟ نه همینقدر که اینجا در میارم کافیمه. ببریم بدیم به محتاجش. باز شروع شد. آقا بیا تحویل بگیر. باشه خانم. کجا؟ ببین عمو جان، شما دلت چوره بقیه رو نزنه. خب انقدر آوردیم که به همه برسه. نه خب حالا عیبی نداره، اینم ببریم بین همه تقسیم بکنین، به هر کسی یه ذره بیشتر میرسه دیگه. آقای محترم شما نمیخواد کار خودمون رو یاد خودمون بدی. خب این پولا تقسیم کردنش حساب کتاب داره، همینجوری تو کیسه نکردن که. شمارهشو ببین رو کیسه. میبینی؟ کیسه شما کیسه شماره 30ه. تحویل گرفتی فیلمش هم هست، تشکرم کردی. الان بخوای پسش بدی همه حساب کتابمون به هم میریزه. کار این چی میگه؟ حالا چرا ناراحت میشی؟ آدم که داره کار خیر میکنه که اینقدر زود عصبانی نمیشه که. مشتی نظری رو برنمیگردونن درسته؟ همین که رو نظر کرده بعد بگیری بگی دست درد نکنه، فاتحه شو بخونی و سلام نوشه جان. غیر از اینه؟ عرض کردم غیر از اینه؟ خیلی خوب، حالا برای اینکه ناراحت نشی من یکی از اینا رو برمیدارم یادگاری میذارمش اینجا. همین خوبمه. من چی نشم؟ من ناراحت نشم؟ من ناراحت چی بشم؟ میبینی تو رو خدا یه چیزی هم بدهکاریم. ببین شما انگار خیلی از مال دنیا بی نیازی ها؟ خیلی درویشی. خب لااقل یه پولی بده این مجمع ها رو عوض کنم واسه. چیه این؟ کثافت گرفته همه جا رو. یه کیسه سیمان بگیر بده این چوبا رو برای اینجوری بکنن تو خاک، اینجوری بگن نباشه یه باد بیاد میخوره تو ملاجت که. خانم چرا اینجوری کردی؟ شانس آوری من انداختمش، ولی باد همچین میزد برق ازت بپره. خانم چرا اینجوری میکنی؟ حاجی که چیزی نگفت. چی بگه دیگه؟ میگه نمیخوام دیگه، زور که نیست نمیخوام. خیلی خوب آدم. بابا این از لای تذکرت الاولیا افتاده بیرون واسه من. پول مفت کسر شهرشه. چه کاری خوب؟ میبرم میدم به یه مستحق بیچاره چیزی. اینجا دشت برهوت مستحق همینه که میبینی؟ این مستحقه؟ پس چرا پول نمیگیری از آدم؟ چرا پول نمیگیری؟ حاجی من واقعا معذرت میخوام. تو خیلی بی خود معذرت میخوای. دارم خیرات میکنم به مستحق. معذرتش کجاست؟ بفرما. میری میشونی تو ماشین تکونم نخوای تا من بیام. بجام حاجم واقعا مذارت میخوام. من بابا دستم نمیتونم کمکت کنم اینجا. پی بشین دقیقه. آتیش داری؟ ببخشید اگه حرفی زد ناراحت شدی. نه من ناراحت نشدم، عصبانیه نمیدونم چرا. دیگه نمیم باش چه کار کنم، دیوونم کردم.
درست میشه. بین زن و شوهر از این چیزا زیاده. خواهرم. خب خواهر. خواهر آدم که از زن آدم به آدم نزدیکتره. دنبالشن. جرم سنگین کرده. مادیم ببرنشون برای مرز. گرفته بچهاشو خفه کرده تو استخر خونه من. ظهر از بیمارستان مرخصش کردن با بچه یه روزه. شب کشتش. برای ما میرزه دست من رو خورد کرد. حالا شوهرش رضایت بده نکشنش. آخرش آسایشگاه دیگه. یه بدتره. هرچی داشتم رو جمع کردم. بیارمش اینجا بسمش به یکی از این قاچاقچی ها ببرستشون برای آب. ولی به اینجا که رسیدم دیدم اینجا قراره پولمونو بگیرن ولمون کنم به امان خدا تو این بیابون. دیدم با این همه پول اگه گرفتار بشیم کلکمون کنده است. ولی اگه همین جوری گیر بیافتم میگرم یادم بدبخت دیگه این خودمون دیگه. گفتم تو این کوه میچرخیم میدونش به اینو. برم 3 ساعته دارم تو این کوه کمر میچرخم. یه نفر ندیدم جز شما. شما که ماشاءالله یه دنده. خب حاجی پولا رو میگرفتی راحت ما میکردی بابا. نمیشه که. مسئولیت داره. پس یه چیزی. من الان این پولا رو میزم پیش شما امانه. نه ببین. نه گوش کن. خواهش میکنم گوش کن. تا غروب میرم اون ور خواهرم رو تحویل آشنا میدم برمیگردم. شب میام اینجا همش ازت پس میگیر. نه نه حاجی. گرفتارم. آخه من چجوری این همه پولا نگه دارم؟ شما میگه من چی کار کنم؟ این قرآن همراهت باشه. زود برگرد. منتظرتم. حل آقا کیوم از مشتری داری؟ بیا سانتی منتره. چجوری میذاری اینو؟ لم داره. لمش چیه؟ لمش منه. ای نبودی چی؟ نگران نباش من هستم. بگو دیگه کاری میکردی؟ چی کار میکردی؟ بده من. نه خودم خودم بده. میخوام یاد بگیرم. نمیتونی میگم بده من. خوش اومدی. زنه زنیم؟ خودت بزن من اصلا حوصله اون ندارم. حسنش ندارم که الان خدای زنگ میزنه بعد هم باید باش حرف بزنی هم حالتو میگیره. چی داری؟ فقط دل و جگر داریم امروز. بده دیگه چیزی بده. مشتی اینجا هشمش هم گیر میاد؟ چرت نگو تو هشمش بخوایش کنم. ها؟ نه آقا اینجا از این چیزا خبری نیست. پس اینجا با چی میگردونی؟ چای قلیون؟ دل و جگر هم داریم. حال مثلا یعنی خیلی مردی جلو همه میگی دارم قد تشیش بکشم ده مشکلیه. این پیر مرده چی گفت که شما یه وقت هم بشی الان؟ اون چیزی نگفت. من خود به خودنم ابتدا به ساکن. هستم بزنم؟ بزن. این آقا کلش خیلی باد داره. نصیحتش کن. اینجا تهرون نیست.
شوخی میکرد؟ شوخی یا جدی فرقی نمیکنه. تا پجان تو چایی هم که بریم یه قهوه‌خونه پیدا نمیکنی که باز باشه. یا صاحباش از ترس جونشون گذاشتن و رفتن. همین کسافت کاری‌ها رو کردن، درش تخته کردن. اشتباه کرد، نباید این حرفو میزد. بچه بشینی؟ بشین اینجا. لیلا این چوبارو ببین. این ها دماشون گرشن بالا سر خودمون بود. میدید از روی پدرشون کردن؟ دم دکه پیر مرده. دنیا رو ببینی؟ خب، گفتی نمی بری واسه عمود؟ عمود مشتشون فقط دراره میره. واسه لپنگان بالا سد. این چی میگه؟ ماشینش خراب شده، راه نمیره کپسولمونو گاز کنه. بعد شما این چوبا رو برای چند میگیری؟ نه، پول نمیگیری. شما این چوبا رو میسوزونی؟ آره دیگه. میدونی چوبا که میسوزونی جون چند تا آدم میتونه نجات بده؟ داروه. دارو؟ دارو میشه. چی میخوای خانم؟ زیر سیگاری. هست که تو نبود. میبری براش؟ من برم دستشوی را هست از این ور. فقط یکم گله. گل که همه جا هست. بذار بذار بچه ها، بذار بذار دستیگه بذار. خواستی حساب کنی پای من نزنی ها؟ خودشون دیگه پول دارن حساب میکنم. کیسه‌تو جا گذاشتی؟ مال من نیست. بره هزاریه توش. این خیلیه. بعدم اون کیس شوهرت اون یارو اون پایین داره پول پخش میکنه. نظری پذیری چیزی دارین؟ آره. اه؟ قبول باشه. خواهش میکنم. یعنی اینا همش مال منه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده دیگه. چه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده. آه، پس شوهرته. شوهرته یا شوهرته؟ شرط هم این پوله که زنش نیستی. فرض کن نباشم. نه، آخه
نمیاد به بلدت نه؟ میگم این همین یه ماه پیش آمده بود اینجا میخواست یکی رد کنه از مرز. آره خودش. ببین اگه میخوای از مرز چی من خودم هستم ها. گفتم بهت نظر داریم دستته. نمیدونم حالا اگه با منم نخواستی بیای به هر کسی اعتماد نکن. از شهر اومدی پول و پله امراته میگیرن تیغت میزنن ولت میکنن تو کوه. این گشت لبه مرزم راچای خودشو داره آشنا میخواد. این که باشی ته خالی بند. الحمدلله پول و پله‌ای نداریم دیگه همشو دادیم رفت. اه؟ ببین نگاه نکن اینجوری تیپ زده واسه ها. سه سوت ماشینتو میزنه رو هوا اون وقت شب بعد مهمونی بیای خونه ما. یهو نمیای که ببین خانم اینا همشون تازه رسیده آخرین مرد تازه نیست نظر بود اون این خوبه. ببین شما این موقع میری تهران مهمونی چیزی به یاد ما میگی فلانی فلانجا اب داره آخه این چیه سرت کردی این قشنگت میکنه قشنگ تر خیلی مهم ماشین هم عروسک ها خوب خریدار داره این برا این خودت تو هر کیسه 5,000,000 تومن پوله رو هم چقدر میشه؟ 4,500,000 آفرین شما چند تا کیسه دارین؟ یک رو هم چند تا میشه؟ ما بگیم نه بزنیم بگیم 4,500,000 میشه اگه گفتی؟ هفت باری کن اینم جایزه نه میشه 5 تا تو خفه شد دخالت نه همه که گیبت دادم رو هم چند تا شد؟ هفت ایوه تو شاید باهوشی نه میشه 6 تا نه دیگه این درست میگه هفت تا تو حرف اینه گوشت نکنی بلد نیست یه جزی گیبت بدم نه ما درست گفتیم 6 تا میشه بشما ببینم 7 تا میشه دیدی حالا الان 7 تا شد ببین حرف زیادی بزنی همش از پس میگیرم پولاتو جمع کن بزن بشای بادو ببینم بادو دست انداز داره خب میبینی که چه کم نمیشن اینا از دیروز تا حالا فرق نکرده ریخته این پشت 200 تا کیسه به دستی راستش رفته تو 2 روز یه روز و نیم حالا 32 تقسیم بر 2 میشه روزی 16 تا خب دیگه بگیریم 20 تا 8 روز بعد بچرخیم 8 روز و نیم من اون قهوه‌چی هم که من رو دست خب میذاش به اون پسر جوانه میاد به کارش دیگه یه قرار نذاشتیم نفری یک کیسه حالا با 3 تا کیسه یه جا فنیمت 3 تا 8 تا یکی اون پسر جوانه 7 تا بچه هم هفت تا کیسه دادی به بچه ها؟ چرا؟ این یعنی چی؟ ها کردم خیر باشم قرارمون نفری یک کیسه است مثلا تشکیز هم الکی 100 کیلو چوب بار ماشین کنیم اون تشخیص شما بود آقا من دم قهوه خونه منتظر تو بودم علاف بودم یارو بار کردم بار بند
بعد چیه مگه چوبه دیگه مال هوا میخوره. خب من بعدم میریختیش پایین سوار میشدیم میرم. خریدمشون. مگه اینجا که از اول چه مرضیه خب. بچا که دیگه از این بازی ها نداشتم میگی سلام سلام خوبی خوبم. آفرین کیسه رو برده بده به ننه چلیگ عکسش هم میگیره. آقا نمیشه تو جنسو بخری. پولش هم به رو بدی بعد جلو چش رو جنسو ول کنی بری. چرا؟ چرا؟ چون فکر میکنی تو اسکلی. مثلا اینکه پیاده بری پمپ بنزین بعد کارت سوخت بزنی تو دستگاه بیاری بگی آقا 60 لیتر بنزین بریز کف زمین. بعد پولش بدی بری. سهمیه 700. خب فکر میکنه تو اسکلی دیگه در واقع فکر میکنه که متوجه میشه اسکلی تا بی اولا که اون بچه ها اگه یادت باشه یک ساعت داشتن به توضیح میدادن که اون بالا سرده این چوبا رو میسوزونن که نمیرن از سرما ثانیان اونا اصلا فکر کنن که تو ته اسکلی که چی خب فکر کنم فوقش نگه دو تا بچه مفنگی فکر کردن تو اسکلی سربازه فکر نکرد تو اسکلی 20 میلیون تومان پول نفرخته جلو باز اون فرداش فرقش چیه اون وقت حالا اون بچه بوده یعنی تو الان نگران بودی که اینا خاطره بدی نداشته باشن از این حرکت تو چون که بهشون پول دادی بابت باد هوا جدی دارم صحبت میکنم میخواستی آزرده خاطر نشن میخواستم گیج نشن گیج نشن گیج که ببخشید اینا گیج خدایی هم همین جوریش بابا اینا خمپاره رو سرشون نیاد رومینم نرن تای تایش میخوام بشن چوپون یا گافچرون فوقش حالا گیرم گافچرون گیج چی میشه مگه؟ آه ببین من گشنمه تو منو تفهیم کن نه. چی رو تفهیم کن؟ تو الان به چیه من گیر دادی الان؟ من میخوام بدونم چرا 100 کیلو چوب الان رو سقف این ماشین آقا ببین من الان پیاده میشم این چوبا رو میزنم رو زمین خیال راحت نه من راحتم من راحتم اینا 100 سال دیگه هم اینجا بمونن مشکلی نیست میخوام بدونم که تو چرا اینا رو بار زدی اون موقع نه نگران ماشینم نه چوبا میخوام بدونم تو مغز تو چقدر تو مغز من هیچ خبری نیست تو مغزم هیچ خبری نیست چون مغزم الان گشنه شده این دل و جگرم ماست نه به نظر میاد یه فرقی هست تو مغزت بین مثلا اون پیرمرده که من علی چاری اشکام کشید بارش کردم با این بچه‌ها که خیلی اندوشه قربون صدقه‌شون میرفت بله فرقی هست آها و اینکه یکی یه شخصیتی داشته واسه خودش خب بعد یه بمب میومد تو زار زندگیش خوری بدبختی میومد سرش داغون شده یکی دیگه هست که لومپنه چاخانه چه میدونم گداست خب شما سانوار جاج میکنی که کی لیاقت داره کی نداره خب آره دیگه یعنی اینجوری نیست که ما هر چی که دیدیم بیچاره بود یکی سه پول بدیم دستش چون قبلا قرارمون این بود ولی الان تو داری میگی ما اینجا المپیاد لیاقت مستضعفین را بندازیم امت کوخنشین بیان تست بشن تافل لیاقت پاس کنن بعد اگه تو فکری به هر دلیل نالایقن کلا جرشون میگیره این الان داستان دور بزن من میرم بچه‌ها رو پیدا میکنم خب اول پولم ازشون پس میگیرم بعد چوبشون رو میدم بازی مورفینش پرید الو مامان بذار آنتن ندارم بابا بذار سب کن الو مامان جون من اینجا آنتن ندارم هیچی از حرفاتو نمیفهمم بذار اینجا خوب پیدا کنم واسه آنتن خب آره اینجا همه چی اوکیه این همون کالیفرنیاست فقط برفم میاد من دیگه امضا قرار نشد فقط گفتین فیلم یا عکس من چی بفرستم واسه تو الان اینترنت هم کجا تو این کوه کمر بابا تو اصلا میدونی من کجا وایسادم و کسی نیست اینجا شما تو تلویزیون همین داره دیدی وقتی تو شهر بیلون بودن همه الان رفتن توی سوراخی معلوم نیست کدوم گوری هستن یه دقیقه گوشی مامان جون یه دقیقه گوشی مامان من به زنگ میزنم گوشی ما الان چی میخوایم؟ رینک دیگه چی؟ بار کس دیگه هست اومدیم تحویلش بدیم ما الان داریم چی میخریم؟ خوب خریداریم ما بارو فروختیم خاطر اون زبون بستمون بالا لیز خورد افتاد پایین کجایی پس؟ همین پایین پیچ نرسه به قبرستون کجا؟ یه بگو بزن ببینم نزدیکی زدی؟ از خیلی دوری که گازشو بگیر بیا قاطرشی پس اونه که خلاصش میکنم دیگه واسه چی؟ پای اس که میشکنه منو بهش تیر میزنن که بمیره مثل که من دام پزشکم اصلا نیست قاطره جفتش یکیه کار این دیگه تمومه پا
سالونشو باز کن. ما کارمون این نیست خانم. زمینمون موچک خورد دیگه محصول نداد. آقا میگم بیا پالون اینو باز کن. پالونشو چرا باز کنم؟ مردنیه دیگه. تو دکتر یا چی؟ غلاف کن اونو. بیا اینجا. چی کار به شکمش داری؟ دست شکسته. این حامله است. جمع کن خانمون بساط تو. بذار به کارمون برسه. بهت میگم حامله است. این قاطر خانم. قاطر باشه 11 هفته شه. چشم تو رو دور دیده. آخه. داره تکون میخوره. کابه بیا دست بزنه. داره لگت میزنه. قاطر حامله نمیشه. پس این چیه داره لگت میزنه تو شکمش؟ چه میدونم؟ نفخ کرده. نفخ کرده یعنی چی خانم؟ دام پزشک یعنی فرقی کار نمی‌کنه. دست شکسته باید خلاصش کنم. دست شکسته چه ربطی به مردن داره؟ این آقا هم دست شکسته، برم خلاصش کنم. دست شکسته رو آدم میبنده. این آها بر کنار. مشکلی نیست. با دست خود اگه خوب میشد که خوب بود. شکسته. مثل که کارمه ها. وقتی خانم دکتر میگه میشه یعنی میشه دیگه. دست خودم اگه ببندی الان که نمیتونه راه بره. میمونه. یه شب هم که بمونه توی هوا تلف میشه. شما فقط خواهی بکشش بری پی کارت دیگه. میدونی چند سال تو این کوها دارم با این زمون بسته میچرخم. مونس همه. داره زرج میکشه. خب. منم میگم اگه میخوای بکشش بفروشش به من. ای بابا. من هر چی میگم یه حرف خودش میزنه. پول کره تو شکمش هم حساب کن که باورت بشه میگم حامله است. شما فقط بگو چند. قیمت. بستگی داره. نمیدونم. نمیدونم یعنی چی؟ الان یه کره قاطر بخوای بفروشی چند میفروشی؟ کره رو که نمیفروشم. سودش تو اینه که نگهداریش کنی از آب و گل که در اومد بفروشیش. من میگم این گریگوری تخم حرومه. تازه چوسناله میکرد. ببین چه سوسه‌ای میاد. اینجوری هم که شما میگی نیست. آره همیشه همونجوری که شماها میگین. ببرین بابا. اینو ولش کن. من کرهشو به قیمت قاطر میخرم. نمیدونم. آخه کی میدونه درست دیگه چی میشه؟ اومدیم کره چلاق بود. کور بود. دوغلی شد. اندونه سربسته است دیگه. اومدیم و خدا نخواست تلف شه. پاشو راه افتاد. مگه به حرف من و توه؟ اینا تا پول نمیرن نه هم پس نمیدن. میخواد تا صبح ور بزنه. بردار. اینا که خیلیه. نترس. همشو یه جا میبرم. قاطر و کره و مشروب و هفتیر. هفتیر دیگه چرا؟ میخوای پول اونو بگیری برگری خلاصش کنی؟ خر خودتی بداش. هفتیر. شب سرد میشه. همش رو میواری خب. به اونا بگرم میشه قاچاق. مصرف شخصیه. 80 ضرب شلاق. ناورد میخواست بگیر قاطره رو بزنه. چرا وایسادی؟ صبر کن بزن خوب دور شه. رفت دیگه. پولش هم گرفتی چیکارش داری؟ صدای تیره این خیلی بلنده. اون از اونجا میشنوه؟ باید برگردی بزنی قاتله رو. راست میگفت نمیمونه. توی گفتی حامله است. گفتی خوب میشه. اون که خودش داشت خلاصش میکرد. میذاشت کارشو بکنه دیگه. پول رو چجوری بهش میدادیم؟ میشه بگی؟ داستان این بود که ما پولو بهش بدیم، قاطره رو بخریم ازش مثلا، بعد ولش کنیم بیایم پایین خودش برگرده خلاصش کنه.
که تو اون وسط یهو گیر دادی هفته رو هم بگیری ازش، نمیدونم چرا. حالا چی؟ میخوای با این دستم برم تیر بزنم برات؟ با اون دستت بزن، کاری نداره. کافه؟ من برم قاتل رو بکشم؟ داره میمیره دیگه، چه فرقی میکنه؟ شاید خوب شد. حالا اینجور پیداش کنه باید داره قبر میکردی باید گفتی زود نبینش به من جانه بیرش گرفت دست گفت بر بی بزنه بابا اینجوری فایده نداره باید راحت بریم بگیم بابا این یکی سر میره باید راحت بریم بگیم میشه مثل دیروز یارو وای میسه هاج هاج نگات میکنه راشو میکشه میره اصلا برم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بذاریم دم در زنگ بزنیم قایم میشیم بعد تا یارو اومد زوق من شد عکسمونو بگیریم تمومش میره دیگه تو دیگه زنگ بزنیم خر که نیست میفهمی تو گذاشتیش اونجا دیگه زودتر میاد دم در علاف نمیشیم بچم زنگ زنگ فکر کنم مال کسیه نمیفهمم نو باز چرا چرت میگی لیلا یک در میلیون فرض کن یک در میلیون شد فرضش هم میکنه عزیز من زنگ نزنی بذاری بری یارو فکر کنم مال یه آدم یه بدبخت شد الان راه میفته تو خیابون با نوار جز اتفاقی بزن رو در و دیوار مقداری پول پیدا شد نه تو سوپرا میزنه چه تو فکر میکنی همه مثل خودت خلن لیلا مثل اینکه تو میدون ونک داری راه میری شاد اون تا مشنگ با یک کیسه چکلو سر هزار تومن میام بعد میام بگیر آقا نمیگیری دیگه نمیگیری فیلم داستان یه چیزی میگه بابا حالا باز بگو ونک این ربطی نداره به ونک وقتی فهم کنه وقتی زنگ یارو رو میزنی بفرما چنان گشت دنبال صاحبش یه آبم خورد روش پاش بریم
باشه من امشب تو ماشین بخواب نیستم. آقا آقا یه کیسه اینجا ندیدین؟ سلام علیکم. سلام، میگم یه کیسه اینجا ندیدین پلاستیکی انقدی؟ نه خانم، من همینجا گذاشته بودم. یه تخت سنگ چیزی اینجا بود. اینجا اصلا تخت سنگ نیست، اینجا خیلی وقت ماسه ریختن. منم الان امروز صبح اینجا بودم، ماسه نبود اینجا. نه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن، الان چند روزه. چی میگه؟ میگه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن، چند روزه؟ خیلی وقت بود که گیرم بیل بزنه، همش یخ زده. نه این صبح که آفتاب میزنه یواش یواش یخ روش وام میشه. بیا ببین بیل بزنی. یا ببین این بزنی هنوز ببین ما نمیگیم شما برداشتی، دارم میگم اصلا اینجا سنگ نیست، اینجا خیلی وقت یخ زده، همه جا یخ زده اینجا. تحویل بگیر. یعنی هم پول دیدم این خره بگه دیدم. ما اینجا نگهبانیم آقا، خونه زندگی مردم دستمونه. اگه دیده بودم میگفتم دیدم. ببین آقا، ما هر چی داشتیم فروختیم، داریم بچه‌مون رو می‌بریم اون ور مرز عمل کنن. الان همینجا تو ماشین افتاده ناخوشه. این پول بیمارستانش بود. صبح از اینجا رد میشدیم، واسه دستمون رو بشونیم، نمیدونم چی شد، بم زدم، من هول شدم، در رفتیم، جا گذاشتم کیسه رو. پیداش نکنم بچه همینجا تو ماشین تلف میشه. خانم بچه تو ایشالله خدا شفا بده. من اگه داشتم به جان بچه‌م خودم خرجشو میدادم، ولی ندارم. خب اگرم چیزی دیده بودم میگفتم دیدم، دروغ به شما. اینجا میخوابی شما؟ بله. اشکالی داری نگاهی داخل بندازم؟ داخل هست چی؟ هیچی. نگاهی بندازم. نه داخل کسی هست. چی؟ میگم داخل خانواده است. زن و بچه دارین تو؟ چرت میگم زن و بچه هست کجا بود؟ وایسا ببینم اگه با تو نیستم میگم زن و بچه داخله، نرو تو دیگه. زن و بچه هست کنیدم، میخوام داخله ببینم. آقا زن و بچه داخله، من که میتونم برم تو. زر میزنم و زن و بچه کجا بود خانم؟ خانم یالا زن کرلاله؟ خب داد زدین ترسیده. کی رو داری رنگ میکنی تو؟ نه دروغ نمیگه. کاریش نداری، من میخوام ببینم زن تو. یالا ما رفتیم تو. بچه چته؟ مگه بهت نمیگم نمیشه بری؟ یه بریم کافه ولش. نشو نداری ما. خودت شروع کردی تا آخرش هم میری. برو تو جدار. برو چی نداری؟ اون بچه رو تو ماشین تلف میشه، برو دیگه. حیفه دختر به این خوشگلی نیست اونجا قایمش کردی؟ لاغت ببرشی جای درستی، پولم که داری. درد میکنه؟ چیزی نیست. مسکن هستا، یا ادویل بدم؟ فایده نداره. زود تک کلک اینو بکنم خلاصون خفه شدن. کس خدامه. آروم برو، اون کامیونه. دور بزن. وای نمیشه. دارم میگم دور بزن دیگه. زود باش. چراغ بزن واسش، نور بالا. ناراحتی بشی تو ماشین.
کجا در میری؟ یه پایین بینم یه پایین کارت چی داری شما؟ کارت چی؟ کارت شناسایی، کارت شناسایی برای چی؟ من باید این بار رو برسونم، دیرمه خواهی ندارم، دارم میگم کارت چی داری؟ افغانی نیستیم که ما آقا، اهل همینجاییم من گواهینامه پایه یک دارم، آقا خلاف نکردم آقا، به خاک مادر شما بیا پایین یه دقیقه بله؟ بیا پایین یه دقیقه آقا، من الان چیزی همراهم نیست یعنی چی؟ گواهینامم تو کمپه من الان باید این بار آهک رو برسونم کارتم، تو چادرمه تو کمپ نه حسابی، تو رنده کامیونی، گواهینامه همراهت نیست؟ تو این اوضاع بگیرنه چطوری ثابت میکنی؟ چی رو ثابت کنه آقا؟ این برادرمه تو این مسیرم هم همه ما رو میشناسن سه ساله داریم اینجا کار میکنیم یه کار میکنیم کار من میدونم شما اینجا کار میکنین من میخوام بفهم شما کی هستین من مرتضی کرندی ام سه ساله دارم اینجا کار میکنم من میدونم شما مرتضی کرندی هست ایشون داداشه درسته بله بله آقا آقای مرتضی کرندی من یه هفته هستم دنبالت میگردم واسه چی آخه به خدا من صبح میرم سر کار غروب میام خونه نون و پنیرمو میخورم و حضرت عباس اگه آزارم به یه مورچه برسه مورچه چیه؟ دارم میگم دنبالت میگردم همه جا سپردم مرتضی کرندی کجاست؟ به نیروی انتظامی سپردم به راه و طلبری سپردم هیچکی نمی تو کجایی؟ بابا یه شماره تلفنی آدرسی چیزی خانم رادمنش بیا پیدا شدم اون فرمای رسید هم بیاری رسید چی؟ برنده شدی مرد حسابی زدی تو خال برنده چی؟ پودرم بیا آقا میگم برنده چی؟ خیلی خوبه صبر کن الان بهت میگم چی گفتی؟ این خانم رادمنش همکارمه سلام خانم این 10 میلیون تومن پول نقده قشنگ بگیر جا بشمارش این پولا مال منه؟ این رسیدم لطفا امضا کنین. چرا ماتت برده؟ بگی امضا کن دیگه. کار زندگی دارم. اینا واسه چی آخه؟ تهرون قرعه کشی که اسم شما در اومده. دوستانه برم پسش بدم. کیفی چیزی نداری؟ این کیسه ها زود پاره میشه. بله، یه کیسه تو ماشین دارین. قرعه کشی چی آخه؟ ببین. پای پول که میاد وسط برادر و برادر رحم نمیکنه. خوب حواست جمع کنی اصلا الان کیسه دوخته واسه. از شما درد نکنه از ما گفتم الان دیگه زن هم میتونه بگیره اگه دیوونه است 4 ماه نامزد کرده لنگ پوله نامزد کردی؟ بله اسمش چی هست؟ اسمش سفیده است سفیده خانم خوشگله؟ ای بابا شوی دارم سوال میکنم دیگه میگم اگه خوشگل نیست این پولو بیخودی حرومش نکنی صبر کن یه بهتر گیرت میاد حالا چطوره؟ خوبه؟ خوبه یک سال دوی تا تونست باباشو راضی کنه خب به سلامتی ایشالله خوشبخت بشی خوشبخت بشه؟ تازه اول بدبختی شه میگم بفرمایید بریم سر ساختمون یه چایی در خدمتتون باشیم بله بله همین پایینه 5 دقیقه بیشتر راه نیست این جاده یکم گلی هست اما نزدیکه شما میخواییم سر کار؟ ها به خاطر پولا میگی؟ حواسم هست میذارم تو کیسه زیر صندلی جاش امنه ندارم کجا میخوای بذاریش دارم میپرسم شما الان داریم این سر کار خب کارگریم دیگه منتظرم من الان 10 میلیون تومن پول نقد به شما دادم یه هفته از تو سراختم با این جاده دارم دنبالتون میگردم این صابکار 2 روز منتظر این آهکه صابکار گوه میخوره منتظر آهکه تو تاج سرشی بعد بخت نه کامیون کمه این ساختمون هم باید تا سر برج تحویل بدش من پولا رو میخواین به زبان خوش میدی یا پلیس بیارم کاوه مگه من چی گفتم آقا؟ کار میکنی حقوق میگیری دیگه پول لازم نداری چرا آقا؟ این که چیزی نگفت شما دخالت نکن برگه سر کار آقای مهندس آقای مهندس نداره سر کار که میخوای بری کارشناسایی هم که نداری اصلا چی شد این کارشناسایی؟ آقای مهندس دارم به خدا شناسنامه دارم مصطفی تو بهش بگو تو کمپه کمپه چه درد من میخوره من میخوام بفهم شما کی هستی الان یه هفته تو این دهکده دارم دنبال شما میگردم هر جا میرم میگم این آقای مرتضی کرندی کجاست مرتضی بود یا مصطفی مرتضی چی؟ مصطفی گفتم این مصطفی کرندی کجاست هر کی یه چیزی میگه
مصطفی؟ یکی میگه توتساریه، یکی میگه قادرآباد، یکی میگه رفته ازن. آقا مصطفی منم. بله. مصطفی منم. شما گفتین مصطفی یا مرتضی؟ مصطفی. آقای مصطفی کرندی. شما گفتی مرتضی که؟ گفتم مصطفی. شما مصطفی یا مرتضی؟ من مرتضی. شما میخوای بری سر کار؟ نه به خدا. تموم شد. پولو بدیش. یلا ببینم. ولی شما گفتی مرتضی. من و شما نداره که آقا مرتضی. پول من پول شماست. اصلا همچین چیزی نیست. اصلا همچین چیزی نیست. شما بیا اینجا. بیا اینجا. ببین. قرآن روست. بله. تا قرآن هست که آتشان سایی لازم نیست. دست از بزنی رو. قسم بخور یک قرآن از این پول رو بردارت نمیده. نمیشه که داداشمونه. نمیشه؟ قسم بخور مصطفی. قسم بخور. بیا، دست بزن این رو. بگو. چی بگم؟ بگو به این قرآن قسم. بگو. به این قرآن قسم. من یک قرون از این پولو. من یک قرون از این پولو. تحت هیچ شرایطی. بله؟ تحت هیچ شرایطی. تحت هیچ شرایطی. به برادرم مرتضی کرندی. به برادرم مرتضی. بلند بگو. برادرم مرتضی کرندی. به برادرم مرتضی کرندی. نمیدم. نمیدم. تموم شد. سر کار که نمیخوای بری؟ نه، نه به خدا. برو به امان خدا. باره تو میخوای چی کار کنی؟ ها؟ میخوای تحویلش بدی؟ نه، نه. خالیش کن. چی؟ یالا خالیش کن. کجا؟ دوستر من، چه میدونم؟ بجون دیگه دیرمه. داری اشتباه میگی. این داره میره طرف اون قهوه خونه. با تو هم. این داره میره تهرون. درست دارم میرم. درست داری میره تهرون. میخوای بری تهرون؟ آره. این همینجا بنزین نداره. الکی داری کجا میری؟ تهرون. این داره میخوای چی کار کنی؟ این یعنی چی؟ دیگه بسته. برمیگردیم میگیم نشد. نشد دیگه. برگردیم چی کار کنیم؟ از یه رفت واسه چی اومدیم اینجا؟ برگردیم چطوری زندگی کنیم؟ میخوام زندگی نکنیم. لیلا نداره. چطور تو وسط دعوا میتونی بگی پول عظیم میگیرم میدم به اون فلان؟ منم میگم خسته شدم میخوام برگردم. چه ربطی داره؟ اونا دو نفر بودن، منم دو تا کیسه انداختم. چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. خب زهر مار الا در نیار. تو همین الان از یه آدم بدبخت 10 میلیون تومان پول نقد گرفتی. گرفتم. پول خودمو گرفتم. ارث ننه‌شو که نگرفتم که. خودم اونجا وایسادم. دیدی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت میخوام برم سر کار. همه میرن سر کار. گفت میخوام برم سر کار. کاوه تو اومدی یه چیزی تحویل بدی بری، به تو مربوط نیست مردم چیکار میکنن. لیلا این مادرسه حالیش نبود، دلش میخواست اسیر بشه. حالیش شد. بزن کنار. واسه تو ندارم. جواب منو بده. بزن کنار. نمیزنم کنار. بزن میزنم دهنت. تو نمیزنم چی میخوای بخوری؟ خیلی ممنون، من همینجا پیاده میشم.
بچه ته؟ دخترمه. یخ داره زمین نه؟ آره. همین یکی بود؟ چی؟ میگم همین یکی بود؟ همین یه بچه رو داشتی؟ نه از ست پسر دیگه دارم. یه دختر از خدا خواستم. به هم داد فرداش هم گرفت. آخه این طفلک یه روزش بود؟ ای زود برم باز بهتره نه؟ بزرگ میشم بهشون عادت میکنی سختره دیگه اینجور میگی رفت خدا رحمتش کن زود میری یکی دیگه درست میکنی حالا داری چی کار میکنی؟ این زمینه که نمیشه کند الان یخ زده بالاخره که باید خاکش کنم بله شرایطش پشتادم خاک میکنه ولی الان میخوای چی کار کنی؟ یعنی سنگه الان ماها تو غیر بنده این چیزایی ولی آدم مرده که براش فرقی نمیکنه خاک بکنی نکنی چیه؟ میفهمم دخترت ولی نیست دیگه رفت مرد اصلا همیز کجا هست الان چون این که جلاته که دخترت که نیست دو کیلو گوشته حالا فوق شما یه قبری هم کندی چرا یه گوشت هم چال کردی و جلو چشت نیست خاکش کردی که نبینی چه برای سرش میاد برای که به قیافه باشه قیافه کسی کرم خورده صد مرحله بدتر از قیافه کسی که چون نورم گرگ خورده حالا میخوای جلو چشت نباشه بدش کنم اینجا برو نیم ساعت دیگه برگردی این سگه استخوناش هم نذاشتم واسه واسه این بچه هم که فرقی نمیکنه که کرم بخوردش یا گرگ یا هر چی بعد داخل گناه نکردن گرگ شدن که هرچون بچه تو بوده اینا هم تو سرما میرن از گشنگی بذار یه لقمه از واسهشون چست مسقال گوشت مردی که بی شرف معلومه چی داری میگی اوه وایسا سر جات که بزنم سر جات ببینم زمین خلاص من بنده خدا عشقم پیش بشم روش نمیخوای حرف بزنی حرف نزن چرا شاخوشونه میکشی برو کلنگ تو بزن برو تا صبح کلنگ بزن جور در بیاد به من چه من دارم دخترم رو خاک بکنم برو خاکش رو میتونی یا نه برو تا صبح کلنگ بزن اگه میتونی بکنی که تا رسیدی به نفت خب بیچاره یا کی اندی بابا گفتی چند تا بچه داری سه تا بازند میشین پنج نفر دستت هم به دهنت میرسه میگم دستت هم به دهنت میرسه داری بخوری ای یعنی چی یا داری بخوری یا نداری بخوری چی کاره ای؟ معلمه من پول اونو بهت میدم پولی چیو؟ اون جنازه رو میخرمش نیتم خیره قیمتشو بگو یه میلیون تومان اسکناس رایج مملکته میشه کیلوی 333,300 چرا من ترازو که ندارم الان گوش کیلو چنده چیه خب بشمارش دارم یه میلیون تومان پول بد میدم دیگه کلنگ نزنی نه چیز بدیه نه چیزی پول مفت حلال کمه بگو کمه سه میلیون تومن کیلو یه میلیون تومن برای چی؟ من اینو خاک کنم یا نکنم چه فرقی با حال تو داره؟
فرقشو که بهت گفتم. میخوام اون زمان بسته میشی داشته باشم بخورن. این تفلک مرد. اونا که هنوز زندن. اصلا تو پولتو برای چی کار داری چی میخوام؟ داری چونه میزنی؟ بیا 4 میلیون تومان خوبه؟ بردارم کافه میرم ها به حضرت عباس همه این پولا رو برمیدارم میرم ها بابا اینجا هیچی نمونده قحطی همه رفتن چیکار داری میکنی؟ بردارم بچه رو کافه با تو هم بردارم بچه رو چیکار داری میکنی؟ بیا بریم این منیتون صدا بچه بیچاره است 8 میلیون تومن میشه نفری 2 میلیون واسه زن تو صدا بچه هست خودتو حساب نمی کنم چون آدم نیستی اگه آدم بودی همین پولا رو برداشته بودی زره بودی به کوکر پشت سرت هم نگاه نمی کردی نمیخوای؟ نخوا واسه مردار چال کن واسه رو کوه یخ کلنگ بزن فقط فکر نکن من نمیفهم چی میکشی منم میدونم بچه آدم بمیره چه حالی میشه بچه‌ت اسم داشت؟ بله بچه یه روزه اسم داشت؟ اسمش بنفشه است ببین این سه تا بچه هم اسم دارن ها زنت هم اسم داره ها پس بعد از گشنگی هلاک شدن پشیمون میشی یا واقعا من دیگه اینجا نیستم ها کسی چه میفهمه من واسه این پولا دارم بهت میدم این بچه‌ام که دیگه به زبون نمیاد چون فقط منم و تو یه رفت دیگه من دستاری نزدی یا خیلی خوب میخوای آتیش بکشی به زندگیت؟ کاری نداره شما مافی چه حقوق میگیری؟ ها؟ 100 تومن فوقش ها؟ بیا دیده شد تو دستمزد 1 هفته کارت بدبخت 2 هفته شما کلنگ بزن بزن یه کلنگ دیگه بزن بشه 3 هفته 3 هفته کلنگ تو بزن شما مسئله این نیست ایشالا تا بهار زمین نفسی میکنی سوراخی جلوت باز میشه 4 هفته پنج هفته 500,000 تومن پول رایج مملکت رفت تو خاک فنای با تو هم میشنوی؟
چی شد؟ نتونستین رد شین؟ از کجا؟ داداشت گفت میخواست ردت کنه برای اون طرف. چی شد؟ داداشم کیه؟ داداشم الان اون بره دنیاست. بیا پاشو بریم برسونمت یه جایی. پس اون آقایی که با شما بود کی بود؟ گفت برادرمه؟ آره. دروغ گفته. گفته که اون پولا رو ازش بگیری. گفت غروب بیاد اینا رو تحویل میگیره. نمیادش آج آقا. پاشو برو از اینجا. کجاست داداشه؟ داداش کیه؟ داداشم نیست. حالا هر کیت کجاست؟ حاجی میگم اون نمیاد. پاشو از اینجا برو. نمیشه، من قول دادم. گفت تا غروب میاد. چرا حرف گوش نمیدی؟ نمیاد اون. حاجی اون پولا رو دادی مال خودته. بردار بردار. یا چه میدونم ولش کن اینجا. من میشینم تا بیاد. امانت این پولا. اینجوری شد. حاجی قربونت برام. نسی که من نیا. یا خیلی خوب، از همینجا میگم. پاشو از اینجا برو، مریض میشی. یا نمیخواد دلت واسه من بسوزه. داداشت همه چی رو برام گفت. تو اگه دلت میسوخ سر بچه‌تون بلا رو نمی آوردی. چه بلایی؟ من بچه ندارم حاجی. میدونم، خدا بیامرزتش. کیو؟ اون مردی که چی بهت گفته؟ نکنه سر داداشتم زیر آب کردی. چرا هست نمیفهمی تو؟ خدا ببخشت خانم. اینا کی هم؟ چقدر تحویل؟ من یاد نمیاد؟ بودم شب بخیر. شب بخیر. دوست پسر از کو؟ هست. کو؟ من یه چیز میخواستم اومدم از این دکیه بگیرم. همیشه باید یه پای وسط لنگ بشه. اینا که خیلیش مونده، میخواین چیکار کنین؟ پول که نمیمونه رو دست. میدونم، ولی من اینا میخواییم برگردیم. عجله نیست، میریم. علاف میشین، شب هم از تاریک شده دیگه. کار دیگه. این چه کاری؟ فقط حقوق میدین، چی حقوق نمیگیرین؟ پول خودمون نیست، امانت. شما امانتی میزنید تو دستشویی میری. آره دیگه.
به نظر آسون میاد. خیرات کار سختی. میشه یک خواهشی بکنم یه مقدار از این پول بده به این بچه ها؟ باشه. خود میخواین اصلا همه شو یه جا بدین یه برای که خیالتون راحت شه؟ قانونا نمیشه، باید به هر کسی مقدار مشخصی بدیم. حساب کتاب خودشو داره. اه؟ فرض کن به زور گرفتیم ازت، نمیشه؟ چرا؟ ناراحت میشی؟ نه میگیم میخوایم پخش کنیم بین همه، میگم خب همه دیگه. ناراحت نمیشی؟ نه اصلا. بگم بیان؟ چراغ میزنی برشون؟ چیکار کنم؟ نور بالا. این سر دورای من میاد. اینا همهشون رفتن، یکیشون در نیومد. بیا برسونید آقا. لازم شد خودت برسونید. کجا؟ چی؟ کجا میخوای بری؟ میخوای برسونی؟ من منتظرت نیست. خیلی دوره؟ آره گفتم که اون بره مرز. میای؟ نه خب، اون برای مرز دارم. باش. پیادش خودم میرم. چیزی نیست، میرم خودم. فقط بارو بیا.
اینو یادم رفت. چی؟ هش دوست پسر صبح تو قهوه خونه عوض کرده بود گرفتم براش. خودم اهلش نیستم ولی بچه ها میگن جنسش خوبه. جمعش کن بریم. با شما جمع کن مساطه تو. خوابه بیاین کمک کن، یه جلسه دارم. بیاین کمک کن خاکش کنم. با خودمون آدم میاریم خاکش میکنیم. بیا بریم. آدم چیه سرکار اینجا سبار سگ و گرگه مگه نمیبینی؟ تا بیای خورده. آقا مشکل چیه آقا؟ مشکل چیه لیلا؟ تو به اینا یه چیزی بگو. وسیله میاریم میکنیم دفنش میکنیم ول نمیکنیم بچه رو وسط قبرستون کرد. آقا مگه نمیبینی این سگا رو؟ وسیله یعنی چی؟ تو باز ول میکنی میری؟ مشکلت این چهار تا حیوونه؟ بیا چیکار میکنی؟ اولی کشتی بلام کن بلام کن کسامته بلام کن. بله؟ یالا صابونا بردم. بفرمایید. ممنون. چکر. میتونم یه لحظه بیام تو؟ کافه. باشو این آقا کارمونه. ماشینتون رو پیدا کردم ده بغل لب مرز. دیشب من خواب بودم گزارش زد و خورد شده. عبداللهی رفته پیگیری کرده، میگه این پسر رو چاقو زدن، پولا رو برداشتن رفتن، ولی با ماشین شما کاری نداشتن. عبداللهی صورت جلسه کرده فرستاده پزشک قانونی، ولی عقلش رسیده که از ماشین حرفی نزده. خدا رو شکر اینجوری دیگه نه اسمی از پولا میاد وسط، نه از اسلحه، نه از کفن و دفن. فقط شرمنده. باید زودتر بریم. نه حالا چایتون رو بخوریم. اینم باید پیش خودتون بمونه. اینجا پیداش کنن ماجرا میشه واسه ما. ببخشید چیز دیگه ندارم تعارفتون کنم. گفتم با این بیسکویت ها لاغل یه تربنده ای بکنیم.
فرماندت اگه بو برد چی؟ نمیدونم بادا حالا باید برامون اضافه خدمت میباره آدم سخت گیریم اگه بو برد اینو بگو بگو مادر این اهل همین براست پیره ناخوشه ولی وضعش خیلی خوبه سفارش کرد بیام یه بخشی از ارثشو خیرات کنیم اینجا بگو پولشون حلال بود نیتشون هم خیر بود بقیهش هم دیگه به خودم مربوطه Thank you.